سرخط خبرها. افتتاح دو پروژه از سوی ریاست شهرداری غزنی در این ولایت. آغاز کمپاین تطبیق واکسین پولیو در غزنی و سایر ولایت‌های کشور. کشته و زخمی شدن 14 تن بر اثر انفجار در هلمند. و افزایش شمار قربانیان زلزله در اندونزی و بیش از 100 تن. سلام و وقت همه بخیر. امروز دوشنبه 15 ماه اسد سال 1397 خورشیدی است. با مشروع خبرهای این ساعت خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. قرار است جدول‌های جاده‌های شهر غزنی رنگ‌آمیزی شود. پروژه رنگمالی این جدول‌ها امروز از سوی ریاست شهرداری غزنی آغاز شد و در همین حال کار ساخت دو باب تشناب عامه امروز در این شهر از سوی اداره افتتاح و گشایش یافت. ریاست شهرداری غزنی از آغاز پروژه های ساخت دو باب تشناب عامه در نواحی اول و دوم و رنگ‌آمیزی جدول های جاده های شهر غزنی خبر می دهد. مختار احمد ملکیار شهردار غزنی هزینه مجموعه این پروژه ها را 7 میلیون افغانی می گید. ارزش دو پروژه در حدود 7 میلیون افغانی است که در دو قسمت تشنابه در ناحیه اول و ناحیه دوم تشنابه یاما افتتاح شد و پروژه دومی ما شما شاهدش بودن افتتاح رنگمالی کرپای جاده ها بود که در نواحی چارگانه تطبیق میشه که ما انشالله شاهد شهر پاک و صفا خواهیم بود. جدول برخی از جاده های شهر غزنی قبلا نیز رنگ آموزی شده بود، اما این جدول ها با گذشت زمان رنگ باخت و نیاز به رنگ آموزی دوباره پیدا کرده است. کمپاین واکسین پولیو در ولایت غزنی و سایر ولایت های کشور آغاز شد. قرار است بیش از 341,000 کودک زیر سن 5 سال در مرکز و ولسوالی های ولایت غزنی واکسین شوند. کمپاین سروزه تطبیق واکسین پولیو امروز یه مراسم سوی معاون مقام ولایت، مسئولین صحت و شماری از رؤسای ادارات دولتی در غزنی آغاز شد. دکتر ظاهرشاه نیکمل رئیس صحت عمومی غزنی میگوید که قرار است 341,859 کودک زیر سن در ولایت غزنی واکسین گردند. د غزنی په ولایت کې به 3,145,859 ماشومان چې عمر یې تر 15 کلو ښکته ده د پولیو په مقابل کې واکسین شي. موږ د دې کمپاین لپاره پوره آمادګي نیولې ده. د غزنی په ولایت کې هغه څوک اوسیږي هغه که جاهي دي او که کوچیان دي، موږ حتی د کوچیانو لپاره مختص ټیمونه هم په نظر کې نیولی دي. در همین حال دکتر محمد امین مبلغ معاون مقام ولایت غزنی از خانواده ها و عالمان دین می خواهد تا کودکانشان را واکسین نمایند. از خانواده ها ما خواهش میکنیم که همکار باشه، بچه های زیر 5 سالشان انشالله بیارن که واکسین تطبیق شوه تا احتیاطا هیچ طفل ما در سراسر کشور خصوصا در سطح ولایت غزنی انشالله مبتلای به فلج اطفال نشوند. گفته می شود که در 7 ماه نخست 2018 میلادی در کشور 10 واقعه مثبت پولیو به ثبت رسیده است، اما سال 2014 تا کنون ولایت غزنی گواه واقعه مثبت پولیو نبوده است. انفجار در ولایت هلمند 3 کشته و 11 زخمی بر جا گذاشت. مقام های محلی ولایت هلمند تایید کردند که در نتیجه یک انفجار ماین در این ولایت 3 تن کشته شده است و 11 تن دیگر زخم برداشتند. دفتر والی هلمند با نشر خبرنامه گفته است که یک فرمانده مخالفان مصالح دولت داخل یک خانه مسکونی مصروف ساخت این ماین بوده است که انفجار رخ داده است. صدیق حقجو گزارش می‌دهد.
در این خبرنامه آمده است در این انفجار 3 تن به شمول خود این فرمانده کشته شدند و 7 کودک و 4 زن زخم برداشتند. این در حال است که از چنده بعد این سو عملیات نظامی در این ولایت جریان دارد و منابع امنیتی این کشور از کشته، زخمی و بازداشت افراد وابسته به مخالفان مسلح دولت در این ولایت در هر ارزگاه خبر می دهند. اما با آن هم طالبان در برخی از ولسوالی های این ولایت حضور فعال دارند و هر ارزگاه به منابع امنیتی حملات انتحاری و تهاجمی انجام می دهند. در همین حال 4 سرباز افغان در انفجار یک ماین مغناطیسی در کابل کشته و زخمی شدند. منابع امنیتی در کابل از کشته و زخمی شدن 4 سرباز افغان بر اثر انفجار یک ماین مغناطیسی خبر می‌دهند. این انفجار در ولسوالی پغمان کابل رخ داده است که بر اثر آن 2 سرباز افغان کشته و 2 تن دیگرشان زخم برداشتند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. مهریه خوشبین گزارش می‌دهد. این انفجار در ولسوالی پغمان کابل رخ داده که بر اثر آن 2 سرباز افغان کشته و 2 تن دیگر آنان زخم برداشتند. این در حالی است که منابع خبری افغانستان دیروز از کشته شدن 40 تن از نیروهای ارتش ملی این کشور در حمله گروه طالبان به یک پاسگاه امنیتی در ولسوالی چنارتوی ولایت اروزگان نیز خبر دادند. مخامها در ولایت دایکندی از حمله تهاجمی گسترده طالبان بالای ولسوالی پاتوی آن ولایت در جریان چند ساعت گذشته خبر می‌دهند. محمود بلیغ ولی دایکندی می‌گوید که یک شمار زیادی از افراد گروه طالبان حوالی ساعت 10 شب گذشته حمله تهاجمیشان را بالای ولسوالی پاتوی این ولایت آغاز کردند. آقای بلیغ می‌افزاید که درگیری میان گروه طالبان با نیروهای امنیتی از ساعت 10 شب تا ساعت 3 بامداد امروز جریان داشته است. صادق سنجر در این مورد گزارش می‌دهد. ولی دایکندی اظهار می کند حمله تهاجمی افراد گروه طالبان با مقاومت شدید نیروهای دولتی روبرو شد و در نهایت مخالفان مسلح با تلفات سنگین متواری شدند. آقای بلیغ جزئیات بیشتر در این مورد نداده و این را هم نگفته است که بر نیروهای امنیتی افغان نیز تلفات وارد شده است یا خیر. گروه طالبان تا هنوز در مورد این رویداد چیزی نگفته است. دایکندی از جمله ولایت های مرکزی افغانستان است که قبل از این یکی از امن‌ترین ولایت در سطح کشور به حساب می رفت. از توجهتان به داشته های خبری امشب سپاس. شب و روزتان خوش. خداوند نگهدار.